به نام خدا سلام در این اپیزود میخوایم موضوع بسیار مهم فرگشت و طراحی هوشمندانه رو با هم دیگه بررسی بکنیم در تایید فرگشت آقای علیرضا امتیاز چند سال پیش با متخصصان مختلفی لایف های زیادی داشتن و از جهات مختلف این موضوع رو بررسی کردند. شما میتونید با مراجعه به کانال و وبسایت سدانت که براتون لینکشو میذارم اون ویدیوها رو که حدود 50 ساعته تماشا بفرمایید. من خودم اون ویدیوها رو کامل دیدم و چیزهای زیادی یاد گرفتم. اما بعدش کتابی رو مطالعه کردم به نام داروینیسم و طراحی هوشمندانه نوشته جاناتان ویلز با ترجمه بسیار عالی خانم اعظم خورام اگر درست تلفظ کنم از نشر پارسیک در این کتاب مطالبی شهر داده میشه که کاملا مستند هستند و تقریبا تمام اون موضوعاتی که در برنامه آقای امتیاز بیان شده بود رو یه جورایی زیر سوال میبرن و بزرگترین امتیاز این کتاب از نظر من اینه که با سند و مدرک تاریخی و علمی صحبت میکنه من تصمیم گرفتم که با بررسی دقیق هر فصل از کتاب در یک اپیزود و قسمتهایی از برنامه آقای امتیاز یه گزارشی رو بدم که هم برای دانشجویان زیست شناسی مفید باشه همین که برای ماهایی که دنبال خودشناسی هستیم این که بدونیم واقعا چقدر میتونیم به این تئوری اعتماد کنیم خیلی میتونه موثر باشه بنابراین درخواست من از دوستان اینه که حتما اون برنامه های آقای امتیاز رو ببینن و کتاب جاناتان ویلز رو هم بخونن تا بتونن بهترین تصمیم رو بگیرن البته من توی این سری اپیزودها سعی میکنم که تمام جوانب رو بررسی بکنم و حتی برای کسانی که کتاب رو مطالعه نکنن و اون برنامه ها رو نبینن هم این برنامه میتونه کافی باشه نویسنده کتاب آقای جاناتان ولز دکترای زیستشناسی مولکولی از دانشگاه کالیفرنیا و دکترای مطالعات دینی از دانشگاه یل داره در قسمت سخنی از نویسنده کتاب که در ابتدای کتاب اومده آقای ولز در مورد کتاب نکات مهمی رو میگه که برای کسانی که کتاب رو مطالعه میکنن مشخص میکنه دقیقا قرار کتاب درباره چه چیزی با باشه و درباره چه چیزی نباشه ایشون میگه طراحی هوشمندانه نظریه ای که نشون میده با استنباط به مدارک علمی و تجربی میشه به این نتیجه رسید که برخی ویژگی های جهان هستی و طبیعت بر اساس وجود عامل هوشمند بهتر توضیح داده میشن تا فرایندهای هدایت نشده یه طبیعی که در فرگشت گفته شده طراحی هوشمندانه خلقت گرایی نیست چون به جای کتاب مقدس از مدارک علمی استفاده میکنه و قرار نیست وجود خدا رو اثبات کنه و تمام پدیه های طبیعی با داروینیست توضیح داده نمیشن در ضمن تمام طراحی های موجود بی و نقص نیستن در قسمت یادداشت مترجم توضیحاتی در مورد طراحی هوشمندانه و خود کتاب هست که باعث میشه دقیق تر متوجه بشید که قرار چه مطالبی رو در فصلهای مختلف کتاب بخونید و یه جورایی قسمت سخنی از نویسنده رو کامل تر میکنه. و شما رو آماده میکنه تا کتاب رو بهتر مطالعه بکنید. در این قسمت نظریه پردازان طراحی هوشمند رو معرفی میکنه و یه مقداری راجع به مطالبی که در جهت تبیین نظریه طراحی هوشمند هست و ایراداتی که به تئوری داروین دارن صحبت میکنه که در فصلهای مختلف کتاب به صورت کامل توضیحاتش هست. قسمت بعد یه کتاب درباره نویسنده هست که خیلی کوتاه آقای جاناتان ولز معرفی شده. فصل اول کتاب عنوانش هست و شایعات که در این اپیزود همین فصل رو به صورت کامل بهش میپردازیم در این فصل مشخص میشه که اولا طراحی در موجودات زنده برخلاف اون چیزی که داروینیست ها میگن توهم نیست دوما طراحی هوشمندانه خلقتگرایی نیست یعنی شواهد علمی پشتیبانیش میکنه نه مطالب دینی سومن داروینیست ها میگن ما تکامل رو فقط در معنای تغییر در طی زمان به دانش آموزها آموزش میدیم در حالی که واقعا چیزهای بیشتری اشاره میدن اینجا یه نکته رو داخل پرانتز بگم که کل فصلهای کتاب یه ساختار خیلی منظم داره اول با مدارک مختلف طرح موضوع میشه بعد در چند جمله میگه قراره در این فصل از کتاب چی بخونیم و بعد توضیحات رو تماما با سند و مدرک ارائه میده طرفداران تئوری داروین از زمانی که طراحی هوشمندانه مطرح شده احساس خطر کردم و گفتن برای نبرد با اون باید آماده باشیم مثلا انجمن آمریکایی پیشرفت علم فراخان فوری زد و از دانشمندان آمریکایی خواست که مسلح بشن به این معنی که برای جنگ علیه خلقت گرایی و آموزه های طراحی هوشمندانه آماده نبرد باشند و مثال های دیگه ای که آقای ویلز برای مطرح کردن این مسئله میگه و بعد توضیحات اصلی خودش رو در جواب مسئله میده از تعریف واژه شروع میکنه تکامل تدریجی داروینیس آفرینش و طراحی هوشمندانه را توضیح میده که اینها معانیش از هم تفکیک بشه تکامل تدریجی اگر به قول یوجینی اسکات انسان شناس به معنای تغییر در طول زمان باشه یا تغییرات انباشتی در طول زمان اینو کسی باهاش مشکلی نداره اگر به معنی تغییر در فراوانی ژن طی نسلها باشه یعنی ژنهای ما با والدینمون متفاوت باشه هم کسی مشکلی نداره و همه میپذیرن خود داروین از اصطلاح نسب همراه با اصلاح استفاده میکنه دیسن ویت که اگر در گونه های موجود باشه این هم قابل قبوله حتی اگر در مورد گونه های بسیار وابسته به هم مثل فنچ های جزایر گالاپاگوس بگه اینها از اصلاح یک جد مشترک به وجود اومدن این هم قابل قبوله اما مشکل اینجاست که داروین در کتاب خواستگاه گونه ها به شرح خواستگاه تمام گونه ها پرداخته اینجا آقای ولز مشکل داره و میگه این دیگه تکامل تدریجی نیست داروینیسمه برای توضیح داروینیسم آقای ولز چند تا نقل قول از کتاب گناه های داروین میاره که گفته من تمام موجودات زنده را فرزندان تنی شمار کمی از موجودات که در گذشته زندگی میکردند در نظر گرفتم و انتخاب طبیعی مهمترین ابزار اصلاح بوده اما ابزار انحصاری نبوده در کتابچه آکادمی ملی علوم آمریکا توضیح این مطالب اومده که من این قسمت رو براتون از روی کتاب میخونم بر اساس کتابچه‌ای که آکادمی ملی علوم آمریکا سال 1998 منتشر کرد، معمولا شمار فرزندانی که موجودات زنده در طبیعت تولید می‌کنند، بیش از شماری است که می‌توانند با توجه به محدودیت‌های غذایی، مکان زندگی و دیگر منابع در محیط زیست زنده بمانند و تولید مثل کنند. این فرزندان غالبا در ویژگی‌های قابل توارث با هم فرق دارند. به این معنا که می‌توانند تفاوت‌های ژنتیکیشان را به فرزندان شان در نسل بعد منتقل کنند اگر این فرزندان که برای زندگی در محیط زیستشان در حال رقابتند با توجه به محیط زیستشان صفات سودمندی داشته باشند زنده خواهند ماند و این صفات مطلوب را به نسل بعدشان منتقل خواهند کرد با روی هم انباشته شدن این تفاوت‌ها طی نسل بعدی جمعیت از این موجودات پدیدار می شوند که از اجدادشان فاصله گرفتند و با آنها فرق دارند این فرایند ساده و روشن ابتدایی ترین موجودات زمین را در نهایت به تنوع عظیم گیاهان، جانوران و میکروارگانیسم هایی که اکنون وجود دارند بدل کرده است نکته بعدی اینه که داروین خیلی کم در مورد منشأ حیات صحبت کرده. در یکی از هاش نوشته ممکنه حیات در حوضچه گرم کوچکی که حاوی آمونیاک، های فوسفور، نور، حرارت، الکتریسته و دیگر عوامل بوده آغاز شده باشد و در این شرایط ترکیبات پروتئینی که آماده تغییرات پیچیده‌تری بودند ایجاد شدند. غیر از این خیلی راجع به این موضوع صحبت نکرده بنابراین داروینیسم شامل منشأ حیات نمیشه داروین میگه به نظر میرسد در تغییر پذیری موجودات زنده و عملکرد انتخاب طبیعی هیچ طرح و نقشه ای وجود ندارد درست مانند بادهایی که به هر طرف میوزند اگرچه من نمیتوانم به جهان به عنوان نتیجه شانسی کور نگاه کنم نمیتوانم شواهدی از طراحی سودمند یا در واقع طراحی از هر نوع را جز به جز ببینم نو داروینیس ها تغییرات جدید رو در نتیجه جهش های دی ان ای ژاک شناس مولکولی میگه و با درک مبانی فیزیکی تصادفی جهش که زیست شناسی مولکولی نیز فراهم کرده است، سرانجام سازوکار داروینیسم با اطمینان بنیان نهاده شده است. اکنون بشر مجبور است بفهمد وجودش تصادف محض است. و ریچارد داوکینز داروینیست دانشگاه آکسفورد زیستشناسی رو اینطور تعریف میکنه مطالعه چیزهای پیچیده‌ای که گویی ظاهرشان بیانگر این است که طراحی شدند آی داوکینز باور داره که طراحی ظاهر ماجرا است چون اسناد و مدارک تکامل تدریجی فاش کرده که جهان هستی بدون طرح و نقش است در کل داروینیسم چنین ادعاهایی رو داره یک تمام موجودات زنده زادگان اصلاح شده یک جد مشترکن دو سازوکار اصلی اصلاح در واقع انتخاب طبیعیه که بر تغییرات هدایت نشده تاثیر میگذاره و منشأ اون جهش های دی سه فرایندهای هدایت نشده برای توضیح تمام ویژگی های موجودات زنده کافی هن. بنابراین طرح و نقشه از پیش شده صرفا توهمه در مورد آفرینش آقای ولز میگه معانی زیادی هست اما دو تا تعریف منتها علیه این مفهوم هستند یکی اینکه موجودات زنده ممکنه آفریننده ای داشته باشن که اونها رو به شکل و فرم کنونیشون آفریده باشه تعریف دیگه اینه که آفریننده قوانین عالمگیری رو به وجود آورده بعد خودش رو کنار کشیده و به طبیعت اجازه داده بقیه مسیر رو بره از طرفی داروین در کتاب خواستگاه ها میگه ممکنه آفریننده در یک یا چند شکل از آفریده ها روح حیات دمیده باشه اگر در تعریف آفرینش این دیدگاه رو داشته باشیم که آفریدگار قوانین هستی رو طراحی کرده و در ساختن نخستین سلول زنده هم مداخله کرده میتونیم بگیم داروین خلقتگرا بوده در حالی که معنایی که در مناقشات امروزی در نظر میگیرن آفرینشیه که در کتاب مقدس آورده شده آیات سفر پیدایش که میگه خدا جهان رو طی 6 روز و حدود کمی بیشتر از 6000 سال پیش آفریده و زمانی که داروین نظریش رو منتشر کرده سال 1859 بر اساس گاه شماری منطبق با کتاب مقدس بوده و تقریبا هیچ تضادی دیده نمی شده و آقای ولز اینجوری نتیجه گیری می که این نبردی که برپا شده بین تکامل تدریجی و خلقت گرایی نیست بلکه بین داروینیسم و طراحی هوشمندانه است آقای ولز در مورد طراحی هوشمندانه هفت نکته رو میگه که روشن بشه که دقیقا چیه قبلش باید بدونید که طراحی هوشمندانه برهان نظم و بر اساس مدارک علمی و تجربیه نکته اول کلمه هوشمندانه در این عبارت تاکید بر اینه که این طراحی ساده نیست بلکه نوعی از طراحی که ذهن با درک و تصور و اجرا کردن نقشه اون رو تولید و ارائه کرده نکته دوم طراحی هوشمندانه جایگزین جهل نیست یعنی اینطور نیست که ما هر وقت دلیل چیزی رو ندونیم بخوایم به عبارت طراحی شده توجیهش کنیم وقتی میگیم چیزی طراحی شده قطعا بر اساس دلیل و مدرکه و هرچی این دلیل و مدرک ها بیشتر باشن استنباط ما موثق‌تر میشه. نکته سوم، چون طراحی هوشمندانه بر مدارک علمی تکیه داره و کاری به کتاب آسمانی نداره، پس خلقت گرایی محسوب نمیشه. برای استنباط طراحی هوشمندانه نیازی نیست افراد خدا باور باشن. مثلا آنتونی فلو فیلسوف زمانی که آتئیس بود، به طراحی هوشمندانه اعتقاد داشت. نکته چهارم، طراحی هوشمندانه چیزی درباره هویت طراح نمیگه. یعنی نمیگه که این طراح خدا هست یا نیست. فقط به این سوال پاسخ میده که آیا شواهد موجود به وجود طرح و نقشه در طبیعت اشاره دارند نکته پنجم طراحی هوشمندانه مدعی نیست که طراحی باید بی و نقص باشه ممکنه چیزی طراحی شده باشه عیب و نقص هم داشته باشه مثل خودروهایی که طراحی میشن ولی عیب و نقص و ایراد هم دارند نکته شیشم طراحی هوشمندانه با بعضی جنبه های تکامل تدریجی داروینیسم موافق و سازگاره مثلا تغییرپذیری و انتخاب طبیعی رو انکار نمیکنه اما با این ادعای داروینیست ها که انتخاب طبیعی و تغییرپذیری همه چیز رو توضیح میدن و طراحی در موجودات یک توهمه مشکل داره نکته هفتم طراحی هوشمندانه رو میشه در دو سطح متفاوت به کار برد یکی در ویژگی های خاصی از موجودات زنده و دیگری در قوانین طبیعی ساختار کیهان در آخرین بخش این فصل با عنوان جنگ میان واجه ها آقای ولز توضیح میده که داروینیست ها چطور با ترفندهایی میخوان از زیر بار نقد در برن مثلا ادوارد ویلسون زیست جامعه شناس دانشگاه هاروارد گفته واژه داروینیسم رو دشمنان داروین ابدا کردند تا اون رو بد جلبه بدن و از دانشمندان خواسته که از این واژه استفاده نکنند این در حالیه که بنابر واژه‌نامه آکسفورد سال 1864 توماس هنری هاکسلی مشهورترین مدافع داروین در بریتانیا از واژه داروینیسم برای توضیح نظریه داروین استفاده کرده. همچنین آساگره گیاهشناس مدافع داروین کتابی به نام داروین باوری مقالات و نظرات مربوط به داروینیسم رو نوشته و آلفرد راسل والاس مدافع داروین کتابی به نام داروینیسم شرحی بر نظریه انتخاب طبیعی داره. و ارنس مایر و استفان جیگولد زیستشناسان تکاملی مقالات علمی دارند که از واژه داروینیسم استفاده کردند مثلا داروینیسم و ایمنشناسی و اعتلاف داروینیسم و مورفولوژی تکاملی پس داروینیسم توسط مدافعان داروین مطرح شده نه خلقتگرایان از طرف دیگه طراحی هوشمندانه هم اغلب به عمد بد تعریف شده متداولترینش ترینش اینه برخی جنبه های طبیعت اینقدر پیچیدن که قطعا باید طراحی شده باشند. این تعریف غلطه در فصل 8 کتاب مفصل توضیح داده میشه یا مثلا رابرت تیپناک فیلسوف میگه این نظریه را باید طراحی هوشمندانه خلقت گرایانه بنامند و با این کار میخواد مردم به اشتباه بیفتن یا ماتریدلی نویسنده کتابهای علمی درباره طراحی هوشمندانه میگه تلاش فریبکارانه محض برای از نوبست بندی کردن تفاسیر ادبی کتاب مقدس به عنوان علم با همه این اوصاف آقای ولز اعتقاد داره که فهم موضوعاتی که در جنگ داروینیسم و طراحی هوشمندانه مطرح میشه سخت نیست. در فصلهای بعدی کتاب به تک تک اونها میپردازم و چون مطلب در نقد داروینیسم و دفاع از طراحی هوشمندانه است، ممکنه که به خیلی ها بر بخوره. مخصوصا اونهایی که تفکر نقادانه ندارند. بسیار خوب دوستان این اپیزود هم به پایان رسید امیدوارم از مطالب استفاده بکنید برنامه های آقای امتیاز رو ببینید کتاب رو مطالعه بکنید و منتظر فصل های بعدی کتاب در اپیزودهای بعدی باشید تا اپیزود بعدی خدا یار و نگهدار شما